سلام، امروز قراره با هم یه غذای ساده، سری، خوشمزه با یه قیمت مناسب یاد بگیریم. برای شروع یه پیاز قرمز بزرگ رو بردارید و مثل من اسلایس کنید. حالا مایتابه رو روی گاز بذارید با یه شعله نسبتاً متوسط. یه قاشق غذاخوری روغن زیتون یا هر روغن سرخ کردن یه دیگه‌ای رو اضافه کنید. می‌خوایم پیازها رو با هم تفت بدیم تا یه کمی نرم بشن و سبک بشن. یه مقداری نمک بهش اضافه کنید. این کار تجربه بهتری توی تفت دادن پیاز بهتون میده. آروم هم بزنید و بذارید کمی نرم بشه. این کار روی حرارت ملایم تقریبا 4-5 دقیقه ازتون وقت میگیره. حالا نیاز به 2 تا سیب زمینی متوسط داریم. میخواییم اونا رو با هم خلال کنیم. حواستون باشه نیاز داریم که خلال هامون مقداری نازک باشه تا زمان پختمون سریع تر بشه. سعی کنید مثل من آروم و ملایم و یک دست این کار انجام بدید تا شکل بهتری به غذامون بده. حالا پیازها رو آروم کنار بزنید تا جا برای سرخ کردن سیب زمینی ها باز بشه. حالا سیب زمینی ها رو به مایتابه اضافه میکنیم تا بریم برای سرخ کردنشون. به نظر میاد به یه مقدار بیشتر روغن نیاز داریم. یه قاشق غذاخوری دیگه روغن اضافه میکنیم تا سیب زمینیامون خوب پخته بشه. روی حرارت ملایم خیلی با آرامش تفت میدیم. یه مقداری نمک واسه طعم بهتر سیب زمینی ها. خب بریم سراغ قسمت خوشمزه ماجرا، سوسیس هامون. سوسیس ها رو بیارید و مثل من اسلایس کنید. حواستون باشه خیلی باریک نگیرید که خشک نشه. و تمام.
حالا نیاز به یه جای کوچیک داریم برای سرخ کردن سوسیس ها. چه رنگ زیبایی شکل گرفت. حالا در مایتابه رو میذاریم تا با یه حرارت ملایم مواد کاملا مغز پخت بشن. خب حالا میرسیم به پیازشا هامون. چند برگ پیازشا رو بر میداریم و اسلایس میکنیم. میخواییم یه طعم ملایم پیازشا به کل غذامون بدیم. پیازشا رو به بقیه مواد اضافه میکنیم. واه چه صحنه زیبایی. حالا وقتش مواد رو خوب با هم مخلوط کنیم تا طعم هامون یکی بشن. خب بریم سراغ اصل داستان، تخم مرغ‌هامون. من برای این حجم از مواد 4 تا تخم مرغ برداشتم. حالا تخم مرغ‌ها رو یکی یکی میشونیم تا آماده بشن برای هم زدن. حالا به یه طعم خاص و متفاوت نیاز داریم. پنیر پارمسان. حدود 30 گرم پنیر پارمسان رو به تخم مرغ‌هامون اضافه می‌کنیم. حالا یکم فلفل. و کمی هم نمک. حالا خوب با هم مخلوطشون میکنیم تا به یه مایع یک دست برسیم. خوب نگاه کنید، این غلظتیه که نیاز داریم. حالا خیلی آروم روی کل مایتابمون مایمون رو اضافه میکنیم. سعی کنید با کفگیر یکم فضا برای پخت بهتر تخم مرغ ایجاد کنید. بعد از یکی دو دقیقه در مایتابه رو بذارید تا تخم مرغ کامل پخته بشه. نگاه کنید. حالا وقت برگردوندنه. غذامون دیگه تقریبا آماده است. یه بشقاب یا دیس بردارید و اینطوری. ببینید چی شد. یه شاهکار بی نظیر. یه بافت نرم، خوشمزه و دلربا. حتما امتحانش کنید. پشیمون نمیشید. نوش جونتون.